کشمکش های باند های حاکم بر سر برجام و ادامه مذاکره با آمریکا این روزها دوباره اوج گرفته. هدف هر دو باند حاکم تضمین بقای نظام و عبور از حلقه های تو در توی بحران های اقتصادی اجتماعی از یک طرف و منطقه و جهانی از طرف دیگه است. باند های حاکم به رغم راه حل های متفاوتی که میدن، هر دو در پی راه حل کم هزینه و یا بی هزینه هستند. همانطور که با مفتخوری در دهه 70 بر جنگ کویت سوار شدند و برای نظام چند سالی فرجه بقا خریدند و با سوار شدن بر جنگ با عراق که اوباما اون رو احمقانه خواند، اما به قول معروف آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. الان زمان اون رسیده که مردم ایران با قیام خودشون آنچرا که آخوندهای حاکم به ناحق طی این مدت بلعیدن از گلوشون بیرون بکشن. گزارش کوتاهی رو از وضعیت رژیم در این شرایط از دید باندهای حاکم با هم ببینیم. مقامات و مهره های باند روحانی در تبلیغات رسانه‌ای خود حضور روحانی در ملل متحد را پیروزی جلوه می دهند و از آن پیروزی برجام و ضرورت ادامه همین مسیر تبلیغ می کنند. از جمله رامین مهمانپرست، سخنگوی پیشین وزارت خارجه رژیم گفت روحانی به صورت شفاف عنوان کرد که حل مناقشات بین المللی تنها باید از مسیر دیپلماسی و مذاکره صورت بگیرد و نظام به خوبی رویکرد مسالمت جویانه خود را در توافق برجام نشان داد. مهمانپرست افزود مقابله با جنگ روانی اتفاقا مذاکره است. روزنامه جمهوری اسلامی هم در روز 7 مهر با حمله به دلواپسان خامنه‌ای حضور روحانی در نیویورک را موفقیت دانسته و آن را مرهون سند برجام دانسته و با تقبیح کج‌فهمی و در زمین ترامپ بازی کردن برخی افراد و نهادها مدعی شده است که از نظر همه متولیان نظام راه برون رفت از مسائل عدیده داخلی همان برجام است. دلواپسان باند خامنه‌ای هم همزمان به هر گونه نظریه برای مذاکره و ادامه برجام حمله کردند. کیهان خامنه‌ای در روز 7 مهر نوشت مذاکره زمانی که معنایش مذاکره باشد عالی است و باید هم وارد آن شد، به شرطی که فوت و فن مذاکره را هم بدانیم. مذاکره زمانی بد و خطرناک است که مثلا در میانه جنگ باشیم و موضوع مذاکره سلاح و توانایی نظامی ما باشد. کیهان خامنه‌ای افزود وضعیتی که امروز درانیم نتیجه همین شکل مذاکره کردن است. هیچ کدوم راه حل مشخصی نمیدن، انگار همه منتظر چیزی هستن. اینکه منتظر چه چیزی هستن از بین حرفاشون به وضوح مشخصه. علی بیگدلی از کارشناسان همسو با باند روحانی برای حفظ کانال مراودات با اتحادیه اروپا گفت نظام باید ارسال سلاح به حزب الله و انصار الله را متوقف کند. وی ضمن ابراز ناامیدی از هر گونه گشایشی برای نظام از طریق اروپا گفت اگر ما به انتظار این نشسته ایم که دموکرات‌ها پیروز انتخابات آمریکا شوند، معلوم نیست این اکثریت دموکرات در کنگره به نفع ما باشد. وی سپس به کارگزاران حکومتی توصیه کرد نباید فقط منتظر پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا باشیم. کانال گفتگو میان نخبگان تهران و واشنگتن باز شود. چشم به گشایش از سوی آمریکا را پیش از این هم منابع حکومتی اذعان کرده بودند. کیهان خامنه‌ای در اول مهر نوشت ترامپ در اولین واکنش‌های خود توییت کرد که جان کری ظریف را راهنمایی کرده تا پایان دوره دولت کنونی آمریکا صبر کند و از برجام خارج نشود. آیا رژیمی که برای برون رفت خودش از بحران‌ها عادت به مفتخوری کرده الان هم از فرط ناچاری به رویای شکست جمهوری خواهان دلخوش کرده؟ این مثل به دنبال سراب گشتن کسیه که از فرط تشنگی سایه مرگ رو به چشم میبینه و به هذیان‌گویی افتاده.